میام سراغ ماکرو سرویس. ماکرو سرویس ها، ماکرو سرویس چیه؟ یه اپروچی میگه من یک سیستم و یه اپلیکیشن و یه مجموعه از سرویس های کوچیک میکنمش که اینا با به صورت جداگونه قابلیت توسعه دارن، به صورت جداگونه قابلیت دپلوی دارن، قابلیت تست دارن، قابلیت این دارن که تکنولوژی خودشون هم داشته باشن و اینا با هم دیگه حالا با یه مکانیزم خیلی لایتی مثل مسیجینگ یا API حالا ریموت پروسیجر کال یا مثلا REST یا GRPC در ارتباطن. ماکرو سرویس ها یکی از ویژگی هاشون که خیلی مهمه بر اساس بیزنس کیپیبیلیتیه. بیزنس کیپیبیلیتی یعنی یک واحد کسب و کار سازمان، گفتم کامپوننت اول صحبت ها، این بیزنس کیپیبیلیتی همون بیزنس کامپوننت ها، یعنی هر کدوم از این ماکرو سرویس ها یک بیزنس کامپوننت هن، یک بیزنس کیپیبیلیتی هن. چرا این حرف رو میزنیم؟ ببینید ماکرو سرویس ها وقتی که قراره به صورت جداگونه دیولوب بشن، به صورت جداگونه دیپلوی بشن، اینا خودشون باید به تنهایی یک کسب و کار رو هندل کنن. اگه این دیپندنسی بینشون زیاد باشه از حالت کامپوننت میان بیرون، کوهیژنشون هم بین میره. شما وقتی میگی یه ماکرو سرویس من جداگونه دیپلوی میکنم، یعنی آقا من دارم یه سیستم نوشتم، مثلا میگم بخش مدیریت انبارم، این یه ماکرو سرویس الان شده، اینو من جداگونه هر موردی که ربط به انبار و بحث موجودی و این حرفا داره توی ماکرو سرویس قابل استفاده است. اینها کوهیژن بالایی دارن، البته تا اونجایی که جا دارن باید لوزلی کاپل باشن، ولی ممکنه که این قضیه 100% انجام نشه. یعنی شما ایدئالت اینه که هیچ وقت کاپلینگ نداشته باشی، اما چیز نیست که امیراتی نه دستش در بری. کاپلینگ وجود داره، ایدئال اینه که حداقل کاپلینگ به وجود بیاد تو سیستمت. پس از ببین الان استایلر که ما بررسی کردیم، مثلا اس او ای شد یک میدلوری این وسط باشه، شروع کنه اینا رو ریوز کردن، وب سرویس ها رو کال کردن، خودش بتونه اون تو اون ای اس تو لایه ای اس پی بتونه یه سری بیزنس ها رو هندل کنه. ماکرو سرویس شد من اپلیکیشنمو به صورت یه سری سرویس های کوچیک توی پروسس جدا میارم بالا، اینا شروع کنم با هم کامیکیشن، یه اپلیکیشنه. البته ماکرو سرویس هم بچه ها طبق صحبتی که داشتیم یه تایپی از دیستریبیوتد آرکیتکچره و یه تایپی از اس او ای. فقط یه تفاوتی که بین ماکرو سرویس و اس او ای داره، علاوه بر اون که اینا تو اون یکی تو لول انترپرایز سازمانه و این تو لول یک سیستم داره صحبت میکنه، مورد بعدیش اینه که توی ماکرو سرویس ما اصلا لایه‌ای که میدلوری که مثلا مسیج پاسینگ میکنیم اصلا مجاز نیستیم توش بیزینس ببریم. یعنی اصلا شما هیچ وقت ESP نمی‌نویسی که یه تیکه کدت تو اون ESP پیاده سازی کنی بعد بری مثلا دیتا رو بدی به یه سرویس دیگر. یه اصطلاحی توی ماکرو سرویس هست به اسم دام پایپ اسمارت اند پوینت. این اند پوینت ها که هر کدوم از این ماکرو سرویس ها هستن، اونا اسمارتن، صرف تا صد بیزنس اون توه. هر چیزی که به عنوان میدلوری این وسط هست یک لایه انفراستراکچره، هیچ بیزینسی توشون نیست. به خاطر همین تستبیلیتی ماکرو سرویس ها خیلی بالاست. شما اگه بتونید اون سرویس تو تستش پاس بشه، این یکی سرویس هم تستش پاس بشه، حالا این انفراستراکچر چیزی جزئی نیست که این دیتا رو فرض بندازی اون تو، حالا سریالایز کنی اونم اول بگیره ادامه کارش انجام بده. برخلاف SOA که اون لایه خودش شروع کرد یه سری بیزینس ها رو انجام دادم و این بیزینس ها باعث شد که من از حوزه این پوینت ها بیام بیرون یه جای دیگه بیزینس ها بشنم هاستش کنم. یکی از مهمترین فیچرهایی که توی ماکرو سرویس هست دقیقا همینه. شما تحت این شرایطی حق نداری از ESP به عنوان یه لایه که توش بیزینس می نویسی استفاده کنی و به اصطلاح اینجا آنتی پترنه. اون چیزی که اونجا یک پترن هست و مجبوری ازش استفاده کنی تو اینجا آنتی پترن میشه. یه مورد دیگه هم که داریم، اینا تکنولوژی آگنوستیک هن. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این ماکرو سرویس ها این قابلیت رو دارن که با یک تکنولوژی خاص خودشون نوشته بشه. ممکنه من یه توی یکی از ماکرو سرویس ها قراره مثلا با بحث AI کار کنم، برم سراغ مثلا پایتون، نمیدونم هر ابزاری که مثلا دیتا میخوام با دیتا کار کنم برم سراغ فلان مثلا فلان زبان برنامه‌نویسی، یه جا مثلا برام پرفورمنس و کانکرنسی مهمه برم سراغ گولنگ، یه جا مثلا میخوام برم سراغ مثلا یک سیستم مثلا با جاوا یا سی شارپ یا پی اچ پی بنویسم، بسته به نیازم اجازه دارم تکنولوژی توش انتخاب کنم، چون اینا کاملا از هم دیگه ایزولن.
این فیچر حتی تو اس او ای هم هست، شما هر کدوم از اونها ممکنه با یک مکانیزم و یک تکنولوژی نوشته شده باشه. این یکی از فیچرهای خوبی که ماکرو سرویس ها اجازه میده شما خیلی اجایل باشین بسته به نیازتون. ببینید مثلا الان یک کاری میخوایم با دیتا انجام بدیم، من اگه مونولیت باشم، حالا هر کدوم از تکنولوژی که انتخاب کرده باشم، جاوا، دات نت، پی اچ پی، الان میخوام یک کاری با دیتا انجام بدم، پایتون بهترین گزینه است واسه من. یعنی چیزی که الان پایتون لایبرریش به من میده شاید توی هیچ کدوم از اون پلتفرم اصلا وجود نداشته باشه. شما برید یه چیز خیلی بزرگی از اول بشینی بنویسی و از این ور آماده هستش، تو سیستم مونولیت راهی نداری از این استفاده کنید، چون سیستم با دات نت نوشتی یا سیستم با جاوا نوشتی، این اینجا دستت بسته است. ولی توی مایکرو سرویس نه، دستت بازه، هر کدوم از اینا رو با هر تکنولوژی و پلتفرمی که دوست داری توسعه بده و ازش استفاده کن بسته به نیازت. یکی از چیزهایی که اینجا همین الان بولد میخوام بکنم اینه که پروژه های کوچیک قاعدتا خیلی این چالنجا توشون نیست. مگه پروژه هم کامپلکس نباشه، این انتخاب خوبی میتونه نباشه. این تکنولوژی زیاد شدن هم خیلی بچه جزء دردسرهاست، یعنی اینقدر همش جزء خوبیاش نیست. یعنی من میام ماکرو سرویس رو یه مقایسه میکنم خوبی و بدیاش با مثلا مونولیت. شما برای هر پروژه‌ای که وقتی میبینی خیلی کامپلکس بزرگه، ماکرو سرویس میتونه گزینه خوبی برات باشه، چون دستت بازه تو انتخاب تکنولوژی. اما توی مونولیت انقدر راحت نیست بتونی این کار انجام بدی.